به بهانه 28 اردیبهشت ماه زادروز خیام نیشابوری، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر از میراث ماندگار او و نوع نگاه این دانشمند و شاعر ایرانی گفتند و نوشتند که بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، چه خبر؟ خب رویا، همونطوری که اشاره کردی، بعد از اینکه در چند روز گذشته درباره فردوسی کاربرها در واقع نظرات خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی نوشتن به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی، شاعر پرآوازه ایرانی، روز 28 هم که زادروز عمر خیام نیشابوری بود، کاربرها به اندیشه عمر خیام در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر پرداختن. مثلا درد مشترک درباره جاذبه خیام در توییتر برای جهانیان، یعنی غیر فارسی زبانان، هم نوشته و نوشته که مرگ اندیشی در واقع مهمترین جاذبه اندیشه این شاعر بزرگ بود، پذیرش اصل زوالمندی هستی و نگاه خیام به زندگی که به مثابه یک دم میان دو عدم بود. اما کاربر دیگری به نام ویدا هم به نقل از ارنست رنان، لغتشناس و زبانپژوه فرانسوی، نوشته که خیام نمونه برجسته آزاداندیشی فکری ایرانی پس از اسلام، او پیوسته کوشیده تا در آرا و نظراتش گردن خودش رو از دست قوانین خشک و انعطاف ناپذیر اسلامی که بعد از سلطه عرب ها در ایران اتفاق افتاده بود رها کنه. موسوی کاربر دیگری هست که اشاره کرده به گزیدگویی خیام در اشعارش و اینکه این برای غربی ها در واقع جاذبه بیشتری داره، چون هم خیام کم میگه و هم گزیده میگه و برای همینه که اقبال خیلی زیادی رو در جهان به دست آورده. بنیامین، در میان معاصران صادق هدایت، نویسنده ایرانی، تلاش زیادی برای معرفی و پژوهش درباره خیام کرده. این موضوع هم آیا مورد توجه کاربران قرار گرفته یا نه؟ اتفاقا رو خب همونطوری که اشاره کردی، بعد از محمد علی فروغی، صادق هدایت بیشترین تلاش رو برای شناسایی خیام به هم ایرانی ها هم جهان در واقع به نوعی انجام داده، با تصحیحی که داشته بر روایات خیام و شاید بشه گفت ارزنده ترین در واقع اثر معاصر درباره عمر خیام هست. سینام گفته که هدایت نخستین کسیه که با قدرت برای تشخیص روایات اصیل خیام دست به کار پژوهشی زده و او گفته که حتی حافظ هم، یعنی به نقل از هدایت میگه این کاربر، به نوعی تحت تاثیر فلسفه فکری خیام بوده، با این تفاوت که خب الهامات شاعرانه و تشبیهات بیشتری به حافظ در واقع به اون جهان بینی اضافه کرده. ضیاءالدین حسینی هم به نقل از صادق هدایت خیام گنده ذوق خفه شده و روح شکنجه دیده و ترجمان ناله های یک ایران باشکوه دونسته که خب پس از اسلام ضربه خورده و به نوعی میشه گفت فرهنگش تغییر کرد. بنیامین، سپاس که همراه صبحانه با خبر بودی. ممنون.